یکی از دوستان کامنت گذاشتن که یه مشکلی دارن با کانال یوتیوبشون، کانالشون مانیتایز شده اما درآمدش خیلی پایینه و حدودا ماهی 10 دلاره و تا کی باید ادامه بدم تا این عدد بره بالا. من یه سر به کانالشون زدم ببینم اوضاع چه قراره، مشکل چی میتونه باشه، و یه نکته خیلی بزرگ دیدم، یه ایراد بزرگ دیدم. ایراد که نمیشه گفت، در واقع یه ناسازگاری دیدم. ناسازگاری از این نظر که ببین یه محتوایی ما میسازیم و محتوای اوکی کاملا، اما با یوتیوب و روحیه بیننده های یوتیوب سازگار نیست. مثلا فرض کن ما یه پکیج آموزشی تولید میکنیم و اینو میفروشیم به یه سری آدم. اینا وقتی ما میفروشیم به یه سری آدم، اینا پولشو دادن و میدونن با چی طرفن و میشینن و گوش میدن و کار میکنن. اما همینو وقتی میاریم میذاریم تو یوتیوب، خیلی المانا متفاوت میشه. باید نگاه بیننده رو بشناسی، گوششو بشناسی، بدونی آدما کی حوصله‌شون سر میره، کی میرم ویدیو بعدی، و خورد خورد دادم باید با اینا آشنا شه. توی این ویدیوها یه مسئله که بود این بود که تصویر یه چیز بود و یه صدا میومد روی این تصویر، توضیح میداد، درس میداد، مطلب و آموزش میداد. وقتی این حالته، تصویر هیچ جذابیت بصری نداره. از اون ور وقتی شما خودت میای جلو دوربین، یه ارتباط چشمی مخاطب باهات برقرار میکنه. وقتی داری با دوربین با مخاطب صحبت میکنی و میگی مثلا این نکته اینجاش اینجوریه، یه ارتباط چشمی برقرار میکنه. حالا بعد شما میتونم خودتون گوشه تصویر باشین که یه ذره قدیمی شده حتی اون حرکت، میتونین بیاین توضیح بدین. و وقتی مثلا فرض کن یه معلمی هستین که پای تخته دارین درس میدین و چشم شاگردا دست شماست، وقتی معلم داره توضیح میده، دوربین صورتشو نشون میده، وقتی داره رو تخته یه چیزی رو مینویسه، دوربین تخته رو نشون میده. حالا ما تخته نداریم، اون اسکرین رو داریم، اون صفحه رو داریم که پاورپوینت، اسکرین رکورد، هر چی که هست، اون صفحه رو داریم. و اینجوری اگه این ادیت شه که وقتی من دارم صحبت میکنم و رو صفحه اتفاقی نمیفته، بیننده منو ببینه، ارتباط چشمی برقرار میکنه، میدونه با کی طرفه. یه وقت هستش طرف با صدای خالی کیوان ارتباطی برقرار نمیکنه، اما با صدا و تصویرش چرا میکنه. حالا یه وقت هم هستش با صدای خالیش ارتباط میگیره ولی اون میتونه نگاه نکنه. ولی اکثریت کاری با قیافه و ظاهرم ندارن، کار با ارتباط چشمیه، یه چیز غریزیه تو ذاتمونه دیگه. فرض کن معلم سر کلاس نباشه و به جای تخته یه مانیتور باشه، صدای معلم از اسپیکرها پخشه و شاگردو بخوان یاد بگیرن، مجبور باشن تو کلاس میمونن و یعنی میرن. و این ویدیوها هم همین جوریه کار میکنه، اما توی این پلتفرم این حالت نیستش. توی این پلتفرم خیلی مهمه که بدونی کی حوصله بیننده سر میره، نذاری ویدیوت از ریتم بیفته. این ریتم ویدیو خیلی مهمه، یعنی یه چیزی رو داری توضیح میدی، میگن داری زیاد توضیح میدی، داری تکرار میکنی. اوکی، حتما تکرارش لازمه که ما داریم زیاد توضیح میدیم، تکرار میکنیم، اما بیننده بیننده است، نمیدونه ویدیو از ریتم افتادن دقیقا و عمیقا یعنی چی. ادیتور باید حواسش به این باشه و یه جوری ادیت کنه که اوکی این تاکید رو باید حذف کنم که ویدیو از ریتم نیفته، طرف نره، بمونه، ادامهش هم گوش کنه. حالا این تاکیدم نکردیم کلن از دستش ندیم. حالا ادیتور و اجرا کننده یه نفر باشه، کم کم یاد میگیره که این تاکیده رو ببره یه ذره جلوتر، اونجا دوباره یه چیز بزنه به این، یه تاکید بکنه دیگه، سه بار پشت سر هم تاکید نکنه، طرف خسته شه بره. ریتم ویدیو رو چجوری حفظ کنیم که خسته کننده نباشه. تصویر فقط اونو نشون بدم یا فقط خودمو، این تصویر خسته کننده میشه واسه بیننده. ناخودآگاه بدون اینکه بدونه از چی حوصله‌اش سر رفته، میگه ولش کن، خیلی حرف میزنه. راجب خودم میگم، نه شما خدای کرده، ولی میره، اصلا حوصله‌اش نمیکشه. ولی همینو، تصویر رو یه ذره براش جذاب کنی، یه اتفاقی بیفته، یه ذره خودم صحبت کنم، یه ذره نشون بدم که دارم راجع به چی صحبت میکنم، تصویر جذابتر میشه و بیننده بیشتر میشینه. بیننده آگاهانه نمیدونه چه اتفاقایی میفته، چون تولید کننده نیست، بیننده است. بیننده مصرف کننده است، مثل
کسیه که غذا میره از رستوران میگیره، لزوما قرار نیست هر که رستوران غذا میگیره میخوره بدونه که این غذا چطوری تولید شده و ازش بپرسی میگه خیلی خوشمزه بود، شاید چرب بود خوشمزه بود، با اینکه هزار لم مثلا توی اون غذا هست و اینو تولید کننده میدونه، قرار نیست اصلا مصرف کننده آگاه باشه به این چیزا بیای توضیح بدی که فلان بهمان. بحث تولید محتواست دیگه اینجا. تولید محتوا هدف من مثلا اینه که یه بحثی رو منتقل کنم، برای انتقال این بحث ظاهراً بینندم اومده که همون بحث رو بگیره، ولی من برای اینکه بتونم اینو منتقل کنم باید این وسط یه شوخی بکنم، باید یه سری چیزا داشته باشم که بتونم طرف رو نگه دارم پای ویدیو که این بحث رو بتونم بدم دستش منتقل کنم که بتونم اینو یاد بدم. بعد حالا اینجوری نگاه کنیم که من دارم درسی که انقدر قیمتش رو مفتی میدم و نگاه نمی کنن، شاید پول میگرفتم مستقیم بابتش اینا بیشتر قدرش رو میدونستن. آره این هست، اما دنیای امروز داره میره اون سمتی که همون پکیجای پولی هم دارن، این رقابتی که تو یوتیوب هست اونجا هم داره ایجاد میشه و تو پکیج ها هم یه تعدادی آدم میفروشه و یه نفر میاد اینو دست دوستش میبینه دیگه نمیخواد بخره، اینو حوصله‌اش سر میره. یعنی این یه رقابتیه که دیر یا زود باید بریم توش، نمیتونیم بگیم فلان اگه سنتی کاریم که سر کلاس باید باشیم، اگه اومدیم توی این وادی یعنی میخوایم به روز زندگی کنیم، میخوایم به روز کار کنیم، به روز تدریس کنیم و مجبوریم که به روز کنیم خودمون رو دیگه توی این مباحثم. تو بحث تولید محتوا، تولید ویدیو هم باید خودمون رو بروز کنیم و صرف این که اومدیم روی یوتیوب کافی نیست واقعا واسش، باید یه ذره تصویر بهتر شه فلان شه. بعد یه چیز نهایی هم بگم راجع به جلو دوربین اومدن و نیومدن. ببین وقتی آدم میاد جلو دوربین خب باید سر و شکلش مرتب باشه. آفتابم سوراخ کرد ما رو. ببین آدم وقتی میاد جلو دوربین باید مرتب باشه ظاهرش فلان بهمان، یه دوشی میگیره، یه لباس تمیزتری میپوشه. وقتی فقط وایس رکورد باشه شما میتونی، من خودم اینجوری بودم، مثلا ویدیوهایی که کلن صدام روی تصویر بود و تصویر روی اسکرین بود راجب آموزش مک، قشنگ با شلوارک نشسته بودم رکابی ولو رو موبل رو داشتم کار میکردم، توضیح میدادم چی به چیه. ولی همونو من میخوام خودم بیام جلو دوربین ضبط کنم، میرم یه دوشی میگیرم مرتب میشم مثل الان، دوشمو گرفتم لباس تمیزام و لباس روی در آوردم پوشیدم و هم نشستم اینجا. همین که آدم به خودش میرسه و میاد جلو دوربین، آقا این آفتابه ما رو سوراخ کرد ببخشید، اینجا فکرم بهتر باشه. همین که آدم مرتب میشه و میاد جلو دوربین خودش باعث میشه با یه انرژی بالاتری صحبت کنه، باعث میشه سرحال تر باشه و این انرژیه که بالاتره بیننده هم این انرژی رو میگیره. میگن صحبت از دل بر بیاد به دل میشینه، بحث دل نیست لزومن، انرژی صحبت باید چیز باشه که از اون برم بیننده ای انرژی رو 100 درصدش رو میگیره، شاید نتونه توضیح بده چه اتفاقی داره میفته ولی 100 این انرژی رو میگیره و این خیلی موضوع مهمیه. از این نظر هم باعث میشه اجرای آدم، مثلا جلو دوربین من حرف زدم، صدای این اجرا رو هم یکی گوش میکنه میبینه که جذابتره، گیراتره، باحالتره. چرا؟ چون من با حال بهتری اومدم، سرحال تر اومدم، دارم صحبت میکنم. خلاصه این فاکتورهای اولیهی بود که من دیدم. حالا اینکه چجوری در اومده رو بتره کنیم و این حرفا بحثای دیگه ایه، خیلی بحثاش پیچیده تره، ولی چیزایی که من توی این کانال دیدم مهمتریناش اینا بود که این کانال بتونه با استمرار به یه درآمدی که بقیه تولید کننده محتواهای آموزشی دارن این هم برسه. یعنی استمرار رو که این کانال داره، محتواش هم 10 از 10، 100 از 100 محتوا ارزشمند خوب، فقط این بحث تصویره که این محتوا و این ظاهر و این چیز برای پلتفرم مثل یوتیوب ضعیفه و باید چیز شه. بعد حیف هم هست این محتوا به این با ارزشی این شکلی ارائه شه، یعنی یه دوربین گوشی هم باشه این دوتا تصویر رو آدم با هم سینک کنه، همسان کنه و
بیاره ادیت کنه بذاره روی یوتیوب، زمین تا آسمون ارزش این محتوا اصلا عوض میشه و حیف واقعا. در نهایت محتوای آموزشی قرار نیست میلیونی ویو بخوره و این حرفا، تک و توک بعضی از ویدیوهاش میره بالا ولی نه خیلی زیاد، اونجوری پولساز نیست، ولی از اون ور خوبیش اینه که هم تبلیغات گرونتری میاد روش، نه اینکه اون میلیون رو جبران کنه ولی یه ذره تبلیغاتش ارزشش بیشتره. چرا؟ چون مخاطبای گرونتری میان سمتش، کسی که دنبال آموزشه تبلیغای به درد بخورتری هم یوتیوب بهش نشون میده. جدای این مرگ نداره، یعنی شما از الان شروع کنی محتواتو با تصویر خود درست کردن و اینا، این یکی محتوا قبلیات همچنان ویوشون رو خواهن خورد، به واسطه اونا انقدر طرف اونس پیدا میکنه با صدا و تصویر شما که صدای خالیت هم رو ویدیوهای قبلی میاد گوش میده و ویدیوهای بعدی در واقع کمک میکنن به ویدیوهای قبلی. از اونورم محتوای آموزشی چیزیه که آدمو سرچ میکنن، یا من مثلا دارم آموزش برگ پاره کردن رو میبینم ویدیوهاشو، هر کی که برگ پاره کردن میاد، حالا برگ پاره کردن یه برگ دستم بود های صوتیشو گوش میدین داستان اینه مثاله، ولی ویدیوهای مشابهش هم به این پیشنهاد میشه و هست، این طرف 10 سال دیگه هم ممکنه فلان چیزو سرچ کنه. من ویدیوهای آموزشی اون کانالم همچنان داره ویو میخوره، ویدیوی 4 سال پیشش 5 سال پیشش همچنان داره ویو میخوره و درآمد داره. و اون کانال اگه نمیدونین یه کانال آموزشیه، بیشتر راجع به محصولات اپله و خیلی جالبه. من اونجا کار کنم یه ذره درآمدم میره بالاتر، هیچ کاری هم نکنم همون درآمد ثابت رو دارم از اون ور. چرا؟ چون محتوا آموزشیه و همون محتوای آموزشی به من کمک میکنه که بتونم اون کانال رو اصلا 6 ماه بذارم کنار، بیام این کانال رو بیارم بالا، وقتم رو کامل بدم این ور، اونم درآمد خودشو داره و داره یه چیزی میرسونه. خلاصه محتوای آموزشی کلن عمرش خیلی بلندتره، با ارزشتر هم هست. بالا درسته یهو چیز نیست، ولی فرض کن یه اتفاقی میفته، یه داستانی پیش میاد، مثلا این اتفاقای 401 و نمیتونی کار کنی. این کانال همینجوری خودش درآمد داشت، من ویدیو نمیذاشتم ولی این داشت به من پول میداد، یعنی من گشنگی نکشیدم. ولی کسی که کار اینترتینمنت میکنه ویدیو رو میذاره، مجبور ساعت 8 شب بذاره که مثلا 9 شب بذاره که اوج شلوغیه که یه ویوی بگیره و هرچی ویو گرفت همونه، بیشتر از این چیزی نمیگیره. بعد ها این ویدیوهاش نه دیده میشه نه سرچ میشه. یا راجع به اتفاقای روز وقتی صحبت میکنی همینه، تو 2 روز 3 روز هرچی ویدیو ویو گرفت و درآمد داشت همونه، دیگه این میره پایین و میشه مثلا ماهی 1 سنت درآمدش، اتفاقیه که دستش بخوره ببینه. ولی محتوای آموزشی این خبرو نیست، قشنگ جوندار یه پولی هست که کمه ولی آهسته و پیوسته است، این کار نکنی هم این داره بهت پول میده. از این نظر خب خیلی ارزنده است، خیلی ارزنده است. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، امیدوارم موفق باشید تو کاراتون، تو کانالتون. تا پادکست بعد، خداحافظ.